خدا سلام وقت شما به خیر به کلاس درس آموزش زبان با تعم ریاضی حالا ببینیم در زبان انگلیسی به اینها چی میگن اعداد طبیعی، اعداد حسابی، اعداد صحیح، اعداد گویا بریم ببینیم به اینها چی میگن خیلی خیلی قشنگ هست که ما میتونیم با توجه مطلبی هم یه ذره ریاضی مرور میشه برامون هم میتونیم انگلیسی کلی لغت یاد بگیریم روی این چیزها تمرکز کنیم من فکر کنم بیشتر زبان انگلیسی برای ما جا خواهد افتاد امیدوارم که شما هم با لایک و کامنت و سابسکرایب خودتون کانال را یاری بفرمایید همونطور که میدونید به این میگن اعداد طبیعی این دیگه از یک شروع میشه میره تا بینهایت. درسته من حالا فعلا اون کلماتش اینجا نمیگم فقط چون میخوام کمتر باشه و خسته نباشه همینا رو اشاره میکنم ببین این مشخص از همون اول کلمه انگلیسیش گرفته شده است خب بذار من رنگم عوض کنم بهش میگن همون نترال نترال به اینا میگن نامبرز درسته نچرال نامبرز یا اعداد طبیعی پس از همون گرفته شده دبلیو یا اعداد حسابی که ما میدونیم در اصل اعداد طبیعی هست درسته؟ خب به علاوه صفر حالا به زبان انگلیسی میتونیم بگیم چی؟ It is natural numbers plus zero حالا کار نداریم به اون اینها ها رو از چی گرفته؟ به اینا میگن whole numbers شما میدونید که اینجا W خونده نمیشود هول نامبرز یا اعداد حسابی در مورد اعداد صحیح شما میدونید که ما قرینه یا مخالفه عددهای های مثبت را این طرفش اضافه می کنیم که البته به اینها میگن به این چی میگن به اینا میگن اینتجرز یا اعداد صحیح اینتجرز یا اعداد چی صحیح بهشون میگن اینتجرز که به این قسمت میگن این که زیرو هست به این میگن به اینا میگن پوزتیو اینتجرز اینها میگن نیگیتیو اینتجرز حالا من فقط اشاره می کنم زیاد سخت نشه وقتگیر نشه حالا ما این میگیم این بر روی این اعداد صحیح هستن و این مخالف صفر است به این اعداد گویا چی میگن میگن راشنال نامبرز راشنال نامبرز راشنال نامبرز یا میتونیم بگیم راشنال نامبرز آر فرکشنز فرکشنز یعنی کسرهای هستن or quotients containing integers in both the numerator and denominator حالا numerator و denominator یعنی صورت و مخرج and باید باید میگیم denominator never zero یعنی مخرج هیچ وقت نمیتواند صفر باشد متشکرم از شما انشاءالله که لایک کامنت را فراموش نفرمایید خدا نگهدار